با نام یاد خداوند متعال، با سلام و عرض ادب. سید رامین غفاری هستم، دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی. با سلسله مباحثی تحت عنوان تهیه طرح‌های حادی روستایی در خدمت شما عزیزان هستم. نخستین درسی که در این ارتباط ارائه خواهد شد تحت عنوان روستا، طرح حادی، اهداف و ضرورت‌های فرارو در تهیه چنین طرح‌هایی است. اما در آغاز لازم هست تا تعریفی از واژه روستا و سکونتگاه روستایی ارائه بشه. روستا در واقع از رستن به معنای رویش گرفته شده و واژه روستا رو هم میتونیم با توجه به اطلاق اون بر یک مکان خاص به معنای محل رویش و رستنگاه تعبیر و تعریف نمود. همونجور که شما عزیزان مستحضر هستین، در قالب سکونتگاه‌های روستایی در سطح کشور و در سطح جهان، فعالیت قالب در حوزه فعالیت‌های مرتبط با کشاورزی و زیربخش‌های مربوط به اون هست و به این دلیل هست که شاید در فرهنگ غنی و در تاریخ ایران این واژه به صورت متعارف به کار برده شده و تحت همین عنوان روستا یا جایی که محل فعالیت‌های کشاورزی هست. اما در فرهنگ‌های فارسی روستا رو غالباً در معنای ده و قریه به کار بردن. به عنوان مثال در فرهنگ معین هم روستا به همین معنا تعریف شده. اما خب تعاریف دیگری در متون و منابع مختلف هست، از جمله اون تعریفی رو که اینجا خدمت شما عزیزان ارائه شده. تحت این عنوان که یک روستا یک نقطه جمعیتی کوچک و بزرگی هست که معادل واژه لاتین ویلیج تلقی میشه. معیشت اکثر سکنه اون هم قاعدتاً همونجور که خدمتتون عرض کردم از طریق داد و ستد متقابل بین عوامل تجدیدپذیر طبیعی و همچنین رفتار انسانی حاصل میشه. خب به طب نقش اصلی هم کشاورزی هست، به طوری که بیش از 50% سکنه سکونتگاه های روستایی به فعالیت های مرتبط با کشاورزی و زیربخش های مربوط به اون اشتغال دارند. البته در کنار اون صنایع تبدیلی، صنایع خانگی، کارگاهی و صنایع دستی و همچنین خدمات وابسته به اون هم در سکونتگاه های روستایی مشاهده میشه و به عنوان فعالیت غالب در نظر گرفته میشه. البته نکته ای رو که در این ارتباط لازم هست بهش توجه کنیم اینه که در حوزه علوم مختلف، از جمله در علوم اجتماعی یا در اقتصاد، جغرافیا، در تعریف واژه روستا بر مبنای ماهیت هر یک از این علوم تعاریف و مفاهیم متفاوتی رو به کار بردن. حالا از سوی دیگه نکته ای رو که باید بهش توجه داشت این هست که باز به لحاظ آماری، مبنای آماری متفاوت و متنوعی برای تفکیک شهر از روستا در کشورهای مختلف دنیا قائل شدند. به عنوان مثال توی کشور ما آمار رنج جمعیتی 5000 نفر رو به عنوان مبنا برای تفکیک شهر از روستا در نظر گرفتن و این به این مفهوم هست که یک سکونتگاه انسانی که زیر 5000 نفر جمعیت داشته باشه رو میتونیم به عنوان یک روستا در نظر بگیریم و بالای اون رو به عنوان یک شهر. اما در تعاریف مرکز آمار ایران و نتایج سرشماری های عمومی نفوس مسکن که در هر 5 سال یک بار اتفاق میفته، روستا رو در واقع تحت عنوان این واژه در این شناسنامه ها و در این نتایج تعریف و تبیین نشده، بلکه با واژه تحت عنوان آبادی ما مواجه هستیم و یک آبادی یک نقطه جمعیتی یا یک نقطه‌ای میتونه که یک جمعیت نیمه پایدار داشته باشه، مثل سکونتگاه‌های روستایی عشایری که در بخشی از سال دارای جمعیت هستن، بخشی از سال به صورت یکلاق و قشلاق این جمعیت در حرکت هست و ممکنه نیمی از جمعیت اون سکونتگاه خالی بشه. این آبادی‌هایی که در نتایج تفسیری سرشماری‌ها و در شناسنامه آبادی‌ها بهشون اشاره شده، گاه میتونه خالی از سکنه باشه، یعنی به عنوان یک نقطه آباد شده یا تحت عنوان آبادی ثبت شده اما فاقد جمعیت است که در سطح کشور ما هم با توجه به روند تحولات جمعیتی اتفاق افتاده، روند تخریب سکونتگاه‌های روستایی متأسفانه به شدت ادامه داره و این درصد جمعیت شهری بر درصد جمعیت روستایی به تدریج پیشی گرفته. یک نکته ای رو که در این قسمت من لازم هست خدمت شما عزیزان ارائه بدم، کاربرد واژه‌های معادل در منابع انگلیسی هست. به عنوان مثال هملت، یک دهکده یا یک مزرعه مسکون یا یک ده بدون کلیسا رو بهش میگن، یا مثلا ویلیج، روستا، ده یا قریه رو تحت عنوان ویلیج ازش یاد میکنن. کانتری سایت، یک حومه شهر رو بهش میگن. فارم یا مزرعه،
مجموعه تولیدی از زراعی و دامی هست، کانتری هاوس هست که خانه های ییلاقی هست و رورال ایریا یا یک ناحیه روستایی یا یک بلوک روستایی هست که ما در فرهنگ قدیمی خودمون و در منابع و متون پیشین هم این موارد رو داشتیم و تحت عنوان بلوکاتی که شیخ بهایی در تومار زاینده رود به اون اشاره کرده. تا پیش از انقلاب مشروطه در ایران، نکته ای رو که باید بهش توجه داشت این هست که یک روستا معادل یک پهنه یا یک منطقه بود و بعد به تدریج تغییر ماهیت میده و از نظر مقیاس کوچک میشه و از یک پهنه تبدیل به یک نقطه میشه و پیامدهای خاصه بود. اما در ادامه طرح هادی رو تعریف کنیم و اصلا ببینیم هدف از تهیه این طرح چی هست. طبق تعریف، همونجور که ملاحظه میکنین، طرح هادی روستایی طرحی هست که علاوه بر این که بافت موجود رو سامان میده، بافت موجود رو اصلاح میکنه و جهت و سمت و سوی گسترش آینده رو مشخص میکنه، این آیندهی که اینجا خدمتون اشاره میکنین یک افق 10 ساله رو در نظر میگیره. علاوه بر اون، نحوه استفاده از زمین رو برای کارکردهای مختلف، برای عملکردهای مختلف مثل مسکونی، آموزشی، بهداشتی، درمانی، تجاری، کشاورزی، تأسیسات و تجهیزات و نیازمندی‌های عمومی، هر اون چه که شما تصور کنید روی این طرح‌ها باید لحاظ بشه و بر اساس پیشبینی جمعیتی که در یک روستا اتفاق می‌افته برای یک افق 10 ساله باید تمام نیازمندی‌ها رو مشخص کنه. دو بحث رو ما اینجا باهاش مواجه هستیم. یکی اینکه در این طرح‌ها دقیقاً باید مشخص بشه که جمعیت فرارو یا این روستا برای 10 سال آینده اولا نیاز به چه خدماتی داره و از هر کدام چه تعداد، با چه سطح و چه سرانه‌ای. بنابراین ما با دو مسئله مواجه هستیم. یکی اینکه به لحاظ تعیین تعداد و انواع خدمات هست که ما لازم هست که بدین منظور به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری مراجعه کنیم که در ادامه و در مباحث آینده این مصوبه و جزئیاتش رو خدمت شما عزیزان مشروح‌تر ارائه خواهیم داد. و اما نکته‌ای که حائز اهمیت هست، باید توجه داشته باشه به مصوبات طرح‌های فرادست. خب یکی از این طرح‌های فرادست یا طرح‌های بالادست، طرح‌های ساماندهی فضا و سکونتگاه‌های روستایی هست که متولی تهیه اون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در کشور هست یا همچنین طرح‌های جامعه توسعه عمران ناحیه‌ای هست. خب اینها رو چون وضعیت و افق میان مدت و بلند مدت توسعه روستایی و منطقه‌ای توی اونها مشخص شده، قطعاً باید یک نگاه به این طرح‌های بالادست داشته باشیم که ببینیم واقعا جایگاه این روستایی که ما می‌خوایم برای اون تهیه کنیم در این طرح‌های فرادست برای آینده چی هست، چه جایگاهی برای اونها تعریف شده، آیا اینها ارتقای سطح پیدا می‌کنن، آیا جمعیت در اونها افزایش پیدا می‌کنه با توجه به روندهای ساری و جاری در مقیاسی کلانتر و بزرگتر، آیا این سکونتگاه روستایی پایدار میمونه که ما حتی بخوایم سرمایه گذاری توی اون کنیم و اقدام به تهیه طرح کنیم، یا اینکه نه این یک سکونتگاه ممکنه سکونتگاهی ناپایدار باشه و بنا به دلایل مختلف اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و غیره ممکنه که خالی از سکنه بشه و اون وقت قطعا توجیهی نخواهد داشت برای تهیه طرح هادی. اما مسئله‌ای که در ادامه لازم هست برای شما بزرگواران توضیح بدم این هست که واقعاً اهداف تهیه طرح‌های هادی روستایی چی هست؟ ما چه هدف‌هایی رو از تهیه این طرح‌ها در نظر داریم؟ ضمناً پیش از ورود به این مطلب، برای استعذار دوستان عزیز لازم است من خدمتتون عرض کنم که فعلاً متولی تهیه چنین طرح‌هایی در سطح کشور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هست و از جمله اهدافی رو که به عنوان هدف‌های فرارو در تهیه چنین طرح‌هایی باید در نظر بگیریم میتونیم این مواردی رو که ارائه شده خدمتتون عرض کنم. نخست اینکه ایجاد مراکزی به منظور پشتیبانی از عملکرد و فعالیت‌های زراعی تولیدی در مناطق روستایی. دوم ایجاد زمینه‌های لازم هست جهت پیدایش مرکزی برای استقرار واحدهای متناسب صنعتی. سوم سامان بخشیدن به خدمات موجود در نقاط روستایی. چهارم بهبود اوضاع کالبدی محیط زیست روستاییان. پنجم ایجاد شرایط محیطی به منظور استقرار نیروهای متخصص در زمینه‌های مختلف تولیدی و خدماتی در مناطق روستایی.
نکته ای رو که اینجا لازم هست خدمت شما عزیزان عرض کنم و در این اهداف مستتر هست به نوعی و این اهداف به منظور پاسخ به مشکلاتی بوده که برخی از مشکلاتی بوده که فراروی توسعه و عمران روستایی وجود داشته و این مسائل مشکلات به نوعی منجر به روستا گریزی در سطح کشور شده. خب یکی از مسائلی که ما واقعا توی عمده سکونتگاه‌های روستایی داریم این هست که تعادل و توازنی بین بخش‌های سگانی اقتصادی در ساختار اشتغال و فعالیت مشاهده نمیشه. به عنوان مثال بخش غالب همونجور که در تعاریف پیشین هم حضور شما عزیزان عرض کردم بخش غالب در فعالیت‌های اقتصادی بخش کشاورزی هست. اون هم متأسفانه اغلب جامعه روستایی ما محکوم به کشاورزی از نوع سنتی و با تکنولوژی یا فناوری‌های خیلی قدیمی هست. بنابراین در بسیاری از موارد محصول تولیدی با توجه به اینکه مبتنی بر یک برنامه ریزی استراتژیک نیست، مبتنی بر بازاریابی و بازاررسانی نیست، بعضا روی دست تولید کننده کشاورزی و تولید کننده روستایی ما میمونه و صرف هزینه و زمانی که برای تولید اون شده بی پاسخ و بلا استفاده میمونه. یا به عنوان مثال بحث صنعت به ویژه صنایع تبدیلی وابسته به کشاورزی و صنایع تبدیلی وابسته به دام نکته مهمی است که واقعا باید زیرساختای اون در مناطق روستایی فراهم بشه. البته این به این مفهوم نیست که در هر نقطه روستایی یا در هر سکونتگاه روستایی کوچک بزرگ ما اقدام به استقرار واحدهای صنعتی یا کارگاه‌های صنعتی کنیم و این استقرار این واحدها و صنایع مرتبط خودش مستلزم توجه به نرم‌ها و استانداردهای سازمان‌ها، نهادها و ادارات زیرربط در این ارتباط هست و یکی از مهم‌ترین پارامترهایی که باید به اون توجه کرد مسائل زیست محیطی و ارزشیابی‌های زیست محیطی هست. به طب زمانی که نگاه و نگرش ما به روستا نگاه پهنه‌ای باشه اون وقت میتونیم با مکانیابی مناسب و تعیین حوزه نفوذ هر یک از این سکونتگاه‌ها اقدام به استقرار صنایع پس از تعیین بهینه‌ترین و مناسب‌ترین مکان داشته باشیم. خب یکی از مهمترین اهدافی که شاید بیش از سایر اهداف طرح‌های هادی در رسیدن به اونها موفق بودن سامان بخشیدن به خدمات موجود بوده و پیشبینی خدمات مطلوب و خدماتی که برای آینده واقعا لازم هست. بهبود اوضاع کالبری امروز شاید یکی از انتقاداتی که به عنوان مثال به طرح‌های هادی گرفته میشه این هست که علارغم اینکه اهداف فرارو در تهیه چنین طرح‌هایی بسیار اهداف متنوع و اهداف گسترده‌ای هست اما عملا این طرح‌ها در رسیدن به تعداد زیادی از این اهداف از توفیق چندانی برخوردار نبودن و صرفاً در بعد کالبدی فیزیکی و عمرانی از موفقیت چشمگیری برخوردار بودن. البته انتظاری جزئی نمیره با توجه به اینکه متولی تهیه کننده این طرح‌ها که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هست هم رسالت و ماهیت این تشکیلات عمدتاً مبتنی بر توسعه و عمران کالبدی و فیزیکی سکونتگاه‌های روستایی است که به تبع میتونه پیامدهای غیر مستقیمی در کاهش روند مهاجرت و روستاگریزی هم داشته باشه. قاعدتاً زمانی که شرایط محیط زیست روستا شرایط مطلوبی باشه، شرایط کالبدی و فیزیکی روستا شرایط مناسب و پسندیده‌ای باشه و خدمات و زیرساخت‌های مناسب تأمین شده باشه به تبع در روند مهاجرت تأثیرگذار خواهد بود یا حداقل از سرعت اون خواهد کاست. بنابراین به همین دلیل هست که ما نگاه می‌کنیم در آخرین بند از مجموع اهداف با عنوان ایجاد شرایط محیطی جهت استقرار نیروهای متخصص در زمینه‌های مختلف تولیدی و خدماتی در مناطق روستایی بهش تاکید میشه و سرانجام ایجاد محیطی سالم برای سکونت انسانی به گونه‌ای که علاوه بر محلی از فرایند جمعیت گریزی این مناطق هم کاسته بشه. دستیابی به خدمات موجود در مراکز شهری و همچنین ایجاد ساخت و سازمان فضایی مناسب برای ارائه و تقویت کارکردهای تولیدی روستا. اینجا به این موضوع باید توجه داشته باشیم که زمانی که بحث ساختار و سازمان فضایی مطرح میشه ما به دو سطح ارتباطات عمودی و افقی باید توجه کنیم. در بحث ارتباطات
سازمانی به مقوله سلسله مراتب سکونتگاهی باید پرداخته بشه و جایگاه روستا در سطح منطقه و در سطح طرح‌های فرادست کاملا باید مشخص بشه، که به عنوان مثال این سکونتگاه روستایی که الان داریم روی اون کار میکنیم از چه جایگاهی در سطح سازمان فضایی برخوردار هست. به عنوان مثال یک روستای اقماری هست، یک روستایی هست که نقش یک مرکزیت رو ایفا میکنه، مرکز حوزه است، مرکز مجموعه است، مرکز منظومه است، و در آینده این نقش ها چه تغییر و تحولاتی رو خواهند داشت. بحث بعد کنترل فرایند ساخت و ساز در روستا هست، که این واقعا یکی از مسائل بسیار مهم هست که بنیاد مسکن در این ارتباط بسیار موفق بوده با کمک دهیاری های روستایی و دهیارانی که در روستاها فعال هستند. توسعه بی‌رویه فیزیکی روستا رو به نوعی کنترل میشه کرد از طریق تهیه این طرح‌ها و اجرای این طرح‌ها، پیشگیری از رشد بی‌برنامه و لگام گسیخته بافت فیزیکی، اتفاقی که شاید در 40-50 سال گذشته پیش از آغاز فرایند تهیه چنین طرحهایی و اجرای این طرحها با شدت و حدت در حال وقوع بود، به خصوص بعد از اجرای اصلاحات ارضی در ایران و حذف مدیریت سنتی در روستا. توی این تصاویر ملاحظه میکنید اینجا بخشی از فرایند اجرای طرح هست. یکی از نکاتی که توی این طرحهای حادی بهش پرداخته میشه بحث توسعه، اصلاح و بازسازی شبکه معابر روستایی هست. با توجه به ترافیکی که در روستا وجود داره، ترافیک سواره، پیاده یا حتی دامی که در روستا وجود داره، محل عبور اونها، این اصلاح میشه، روانسازی میشه و در کنار اصلاح و احیاء بافت های فرسوده و بعضن متروکه. در این تصویر بخشی از اجرای طرح عمرانی شبکه معابر سکونتگاه روستایی رو ملاحظه میکنیم که به صورت سنگ فرش با یک حرکتی که تقریبا همگون و متناسب با ویژگی های اکولوژیکی منطقه هم قطعا هست. در پایان امیدوار هستم که این مباحث مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. در ادامه و در جلسات بعد ادامه فرایند بررسی طرح‌های حادی روستایی و روند تهیه چنین طرح‌هایی با جزئیات و موارد مرتبط با اون طبق شرح خدمات مصوب بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شورای عالی شهرسازی معماری به اون خواهیم پرداخت. امیدوار هستم که تندرست و پایدار باشید. با نام یاد خداوند متعال، با سلام و عرض ادب خدمت مخاطبین محترم فرادرس. در ادامه سلسله مباحث مربوط به تهیه طرح‌های حادی روستایی با درس دوم تحت عنوان حوزه نفوذ و مطالعات فرادرس خدمت شما عزیزان هستیم. بخش یکم، مطالعات حوزه نفوذ روستا. یکی از مهمترین مباحثی که در فرایند تهیه طرح‌های حادی روستایی باید بهش توجه داشت و در واقع به عنوان مقدمه یا پیش نیاز ضروری برای نیل به اهداف طرح هست، مطالعات مرتبط با حوزه نفوذ یک روستا هست. به تعبیر ساده و به بیان خیلی مقدماتی اگر بخوایم تعریفی از حوزه نفوذ ارائه بدیم، حوزه نفوذ اون منطقه یا حوزه پیرامونی یک سکونتگاه انسانی هست که به لحاظ خدمات و نیازهای اساسی زندگی بخش عمده‌ای از خدمات مختلف اقتصادی، اجتماعی و خدمات مورد نیاز خودش رو از اون سکونتگاه تامین می‌کنند. نقاط روستایی یا سکونتگاهی اطراف اون نقطه مورد نظر ما به صورت مستمر و روزانه با اون روستای مرکزی در رفت و آمد و شده مستمر و پیوسته هستند. شاید بشه گفتش که این سکونتگاه مرکزی یا این روستایی که مورد مطالعه قرار میگیره بیش از 50% نیازهای مورد نیاز ساکنین مستقر در سکونتگاه‌های پیرامون خودش رو تهیه میکنه. به عنوان مثال در نقشه‌ای که در این قسمت خدمت شما عزیزان ارائه شده، حوزه نفوذ روستایی به نام کریم آباد رو نشون داده. این قسمت روستای کریم آباد هست که با لکه های خاکستری رنگ مشخص شده. این یک نقشه توپوگرافی هست که روی اون منحنی های میزان نقاط ارتفاعی مشخص شده و شبکه هیدروگرافی یا جریانات آبهای سطحی، راه ارتباطی که از روستا عبور میکنه مشخص شده و همچنین یک مقداری از فضای سبز و پوشش سبز منطقه هم از جنگل ها و مراتع اطراف روی این نقشه مشخص شده. در نقشه حوزه نفوذ همونجور که ملاحظه میکنید روی این منطقه نفوذ روستای کریم آباد هست. نکته ای رو که باید به
اون توجه داشته باشین تمامی سکونتگاه‌های انسانی اعم از شهری یا روستایی همگی دارای حوزه یا منطقه پیرامونی هستند. همه اونها دارای حوزه‌هایی هستند که به لحاظ اقتصادی اجتماعی فرهنگی تحت تأثیر این سکونتگاه مرکزی قرار دارند. منتها در برخی از این حوزه‌های نفوذ ممکن هست سکونتگاهی وجود داشته باشه، در برخی از اونها ممکنه هیچ سکونتگاهی در این حوزه پیرامونی وجود نداشته باشه. به عنوان مثال همین روستای کریم آباد رو که بر روی نقشه ملاحظه می‌کنید، در حوزه پیرامونی اون یا در حوزه نفوذ اون سکونتگاه انسانی دیگری ملاحظه نمیشه یا قرار نگرفته. البته روش‌های مختلفی هم برای تعیین حوزه نفوذ وجود داره که در ادامه این مباحث اونها رو هم خدمت شما عزیزان توضیح خواهیم داد. اما به لحاظ تعریف اگر بخوایم یک تعریفی جامع و کامل از حوزه نفوذ یا معادل لاتین اون هینترلند ارائه بدیم، به این شرح هست: حوزه یا پهنه جغرافیایی پیرامون یک سکونتگاه انسانی، شهری یا روستایی که دیگر سکونتگاه‌های واقع در آن تا آستانه مشخصی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، خدماتی و غیره در کنش و برهم کنش متقابل با سکونتگاه مرکزی هستند و به طور معمول افزون بر 50% نیازهای روزانه خودشون رو در ارتباط با مرکز حوزه تأمین می کنن. بنابراین وقتی ما اشاره می کنیم به ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، خدماتی، مشخص هست که در واقع زمینه‌های متنوع و مختلفی رو در بر می‌گیره. به عنوان مثال ساکنینی که در این حوزه قرار می‌گیرند برای تأمین بخش عمده از نیازهای آموزشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تجاری، حتی تأمین مایحتاج اولیه زندگی خودشون، برای تأمین مواد غذایی بعضی وقتا، گاه برای عرضه محصولات و مصنوعاتی که تولید کردن به این مرکز حوزه مراجعه می‌کنند و تولیدات خودشون رو در بازارچه هایی که در مراکز حوزه وجود داره، روستاهای مرکزی وجود داره، مصنوعات و محصولات خودشون رو اینجا عرضه می کنن. بنابراین یک مرکز حوزه از اهمیت بالایی برخوردار هست در مطالعات مربوط به طرح‌های حادی روستایی. بنابراین یکی از دلایل مهمی که به این مطلب پرداخته میشه و در شرح خدمات تهیه طرح‌های حادی روستایی به عنوان یکی از مباحث پایه و اولیه به این مهم توجه میشه، همین موضوع هست که زمانی که ما اقدام میکنیم به پیشبینی جمعیت روستایی مورد نظر خودمون و مشخص میکنیم خدمات، امکانات و کاربری‌های مورد نیاز رو، قاعدتاً لازم هست که ما در نظر بگیریم که چه حجمی از جمعیت از روستاهای اطراف و از سکونتگاه‌های اطرافی که در حوزه قرار گرفته برای گرفتن خدمات مورد نیاز خودشون روزانه به این روستای مرکزی مراجعه می‌کنن. بنابراین وقتی ما مطالعات حوزه نفوذ رو انجام میدیم، ما به یه حجمی از جمعیت و یه بار مضاعفی که بر روستای مورد نظر ما وارد میشه خواهیم رسید. لذا در تعیین همه سطوح، در تعیین سرانه ها، در تعیین انواع خدمات و کاربری ها، ما لازم هست که حتما به این بار جمعیتی توجه کنیم. به عنوان مثال و به زبان ساده، اگر قرار هست که مثلا ما در روستای کریم آباد به عنوان مرکز حوزه برای هر نفر در مقطع ابتدایی زمینی به مساحت 6 متر مربع در نظر بگیریم و ما یک جمعیتی داریم، جمعیت خود روستا، برای 10 سال آینده پیش بینی کردیم، لذا باید به این مسئله توجه داشته باشیم که ما این 6 متر مربع رو صرفاً برای جمعیت افزون یافته در روستای کریم آباد تا 10 سال آینده نباید در نظر بگیریم، بلکه باید ببینیم چه دانش آموزانی و چه جمعیتی از نقاط اطراف برای گرفتن خدمات آموزشی میاد و این سرانه رو برای اونها هم در نظر بگیریم و بستگی به این داره که در چه سطحی مراجعه میکنن. حالا این به عنوان یک مثال بود. قاعدتا در تمام زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، خدماتی باید به این مهم توجه داشته باشیم. اما همونجور که در مباحث قبلی خدمت شما مطرح کردم، در تبیین اهمیت و ضرورت بررسی حوزه نفوذ روستا، اینجا به صورت مکتوب و مشروح‌تر این مطلب رو خدمتون ارائه خواهیم داد. ببینید، مهمترین ضرورتی که در شناسایی و بررسی حوزه نفوذ وجود داره و
در ضرورت بررسی جریان‌های جمعیتی، ویژگی‌های محیطی که در حوزه نفوذ هست، ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی، برنامه‌ریزی لازم هست برای توسعه زیرساخت‌ها و در نظر گرفتن خدمات جمعیت تحت پوشش یا جمعیتی که مراجعه می‌کنه به روستای مرکزی یا در یک طرح هادی، همون روستایی که ما داریم طرح هادی اون رو تهیه می‌کنیم، در تعیین سطوح و سرانه‌های مختلف در یک افق زمانی 10 ساله. همونجور که در این تعریف ملاحظه میکنید، اینجا صرفاً جریانهای جمعیتی به منظور گرفتن خدمات و تعاملات اقتصادی اجتماعی بیان نشده، بلکه ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی یک حوزه نفوذ رو هم باید بهش پرداخت. ببینید، عبارت حوزه نفوذ با حوزه با رزه معادل همون منطقه یا یک ناحیه جغرافیایی هست که فراتر از یک سکونتگاه روستایی یا کالبد فیزیکی یک روستا رو شامل میشه، یعنی منطقه‌ای که اطراف یک روستا هست. بنابراین چه ضرورتی اصلا وجود داره که ما محیط رو در ابعاد مختلف اکولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی بررسی کنیم؟ بخشیش رو در مباحث قبلی خدمت شما عزیزان ارائه کردیم، اما در ادامه و در تبیین اهمیت موضوع ببینید نکته ای رو که حتما باید بهش توجه داشت. ما علاوه بر حجم جریان، شدت جریان و تنوع جریان‌هایی که به منظور گرفتن خدمات مراجعه می‌کنن، ما باید ویژگی‌های توپوگرافیکی، محیطی و اکولوژیکی رو هم بررسی کنیم، چرا که ما بخشی از کاربری‌های مورد نیاز در روستا رو و کاربری‌های ضروری رو و نیازهای ضروری رو ما نمی‌تونیم در داخل بافت فیزیکی روستا قرار بدیم و ناگزیر هستیم که بخشی از این کاربری‌ها رو در حوزه پیرامون قرار بدیم، خارج از محدوده سکونت و زیست انسان. به عنوان مثال چه کاربری هایی؟ کاربری مثل کاربری قبرستان، کاربری مانند دامداری های متمرکز و مواردی از این دست. بنابراین ما یا محل دفن زباله، اینجا نمیتونیم در داخل بافت این کاربری ها رو قرار بدیم. بنابراین وقتی ما حوزه نفوذ و منطقه اطراف روستا رو هم بررسی میکنیم، باید به ویژگی های زمین ساخت، شیب، توپوگرافی، جهت وزش باد غالب در منطقه، جهت جریان های سطحی و به مواردی از این دست حتما توجه داشته باشیم، چرا که استقرار یک دامداری متمرکز در اطراف روستا یا مکانیابی یک گورستان مستلزم این هست که به این پارامترها مثل جهت وزش باد، شدت وزش باد، سطح آبهای زیرزمینی، جنس خاک، به این موارد حتما باید بهشون توجه داشته باشیم که روستا متأثر از بازخوردهای منفی زیست محیطی حاصل از یک استقرار نامناسب نشه. اما با توجه به این مهم که سکونتگاهی که دارای حوزه نفوذ و پذیرای یک جمعیتی افزونتر از جمعیت ساکن در خود هست، نه فقط باید پاسخگوی نیاز خودش باشه، بلکه باید بتونه در ابعاد مختلف خدمات گوناگون آموزشی، بهداشتی، درمانی، اداری و غیره رو هم تأمین کنه و به مراجعین روزانه این خدمات رو ارائه بده، ما مسیر جریان‌ها رو هم باید مشخص کنیم. مسیر جریان‌ها باید کاملا تعیین بشه. اگر لازم هست در این حوزه پیرامونی و در مسیر دسترسی اقدامات و تمهیداتی اتخاذ بشه، حتما باید اون تمهیدات رو اتخاذ کنیم. به عنوان مثال، شبکه راه‌های ارتباطی و شبکه دسترسی از روستاهای اقماری به روستای مرکزی ممکن هست که لازم باشه اینها بهسازی بشه، بازسازی بشه، تعریض بشه و ارتقاء کیفیت داده بشه. اما همونجور که خدمتتون عرض کردیم، روش‌های مختلفی وجود داره برای تعیین حوزه نفوذ. مهمترین روش‌هایی که در تعیین حوزه نفوذ متداول هست و کاربرد فراوانی داره، دو روش تحلیل گرانشی تحت عنوان آنالیز جاذبه‌ها و تئوری نقطه شکست، فاصله نقطه جدایی. روش تنصیفی وجود داره، روش تحلیل جریان‌ها یا آنالیز جریان‌ها وجود داره. خب قاعدتاً برای تعیین یک حوزه نفوذ و حوزه‌ای که بتونه مبین جریان‌ها باشه، حوزه‌ای که منطبق بر واقعیت‌های کارکردی و عملکردی انسان باشه در سطح منطقه، لازم هست که ترکیبی از این روش‌ها رو به کار بگیریم.
روش تحلیل گرانشی آنالیز جاذبه ها بر اساس فاصله و بر اساس تعداد جمعیت در دو سکونتگاه بهش پرداخته میشه. نقطه شکست که در ادامه نمونه از اون رو خدمت شما عزیزان ارائه خواهیم داد، روش تنصیفی که به کمک عمود منصف ها مشخص میشه و یکی از متداول ترین روش ها و رایج ترین روش ها روش آنالیز جریان ها هست. در روش آنالیز جریان ها ما بر اساس استقرار در روستای مورد نظر خودمون و مراجعه به مراکز خدماتی مختلف مثل آموزشی، بهداشتی، درمانی، تجاری و غیره، از افرادی که به این مراکز مراجعه میکنن پرسیده میشه که شما از کدام یک از روستاهای اطراف به اینجا آمدین و به منظور گرفتن چه نوع خدماتی به این روستای مورد نظر مراجعه کردین. در واقع اینجا یک پرسشنامه تهیه میشه و مبدأ مراجعین رو مشخص میکنن، مبدأ رو مشخص میکنن که از کجا آمدن و تعداد مراجعات مشخص میشه و نیت و هدف از مراجعه مشخص میشه. این یکی از رایج ترین و شاید بشه گفتش که دقیق ترین روش هایی هست که برای تعیین حوزه نفوذ در مبدأ یا مقصد به کار برده میشه، که البته امروزه روش های ریاضی و روش های آنالیز گرانشی و همچنین تئوری های دیگه هم در این ارتباط به کار برده میشه. همونجور که در آغاز خدمتتون عرض کردم، شاید بهترین روش این باشه که ما بتونیم تلفیقی از مطالعات میدانی و مطالعات کارگاهی و کتابخانه‌ای رو توامان برای تعیین یک حوزه نفوذ منطبق بر واقعیات به کار بگیریم. اما نخستین روشی که خدمت شما ارائه شد، روش تحلیل گرانشی یا آنالیز جاذبه هست. همونجور که در تعریف ملاحظه می‌کنیم، در این روش که مبتنی بر مدل جاذبه نیوتن هست، بر اساس مشاهدات تئوریکی از اون چیزی که مردم باید انجام بدن اقدام به تعیین حوزه نفوذ میشه، به شکلی که فرض میشه تأثیرات متقابل دو مرکز جمعیتی دارای نسبتی مستقیم با توده این مراکز. حالا توده این مراکز چی میتونه باشه؟ میتونه جمعیت اونها باشه. البته گاه متغیرهای دیگری هم ممکنه به کار بگیرن. مثلا ممکنه جمعیت فعال رو در نظر بگیرن، ممکنه که جمعیت شاغل رو در نظر بگیرن. اما به طور معمول و متداول مراد از توده مرکز همون جمعیتی هست که توی این دو نقطه جمعیتی یا در این دو سکونتگاه انسانی ساکن هستن و مستقر هستن و نسبتی معکوس با فاصله بین اون دوتا داره. این معادله به این شکل تعریف میشه: TIJ قدرت جاذبه بین دو مرکز هست. منظور از دو مرکز همون دو شهر میتونه باشه، دو روستا میتونه باشه، که قاعدتاً خب به لحاظ جمعیتی به ندرت ممکنه پیش بیاد که دقیقاً به لحاظ حجم جمعیت این دو کاملاً یکسان باشن. قاعدتاً ممکنه یکی کوچکتر از دیگری باشه و میزان جاذبه بین این دو مرکز به تبع متفاوت هست. PIJ توده دو مرکز I و مرکز J، یا مثلا میتونیم به عنوان مثال بگیم روستای علی‌آباد، روستای احمدآباد. دو تا روستا اگر باشه، توده دو مرکز معادل همون جمعیتی که بین این دو تا روستا هست. قدرت جاذبه بین این دو تا مرکز باز بسته به عوامل مختلف داره که در این قسمت توضیح داده میشه. این عوامل مختلف چی میتونه باشه؟ میتونه تعدد و تنوع خدمات توی سکونتگاه‌ها باشه. قاعدتاً بسیار طبیعی هست که اون سکونتگاهی، اون روستایی یا اون شهری که دارای تنوع و تعدد خدمات بیشتری باشه، کیفیت بهتری باشه، یا حتی مثلا دسترسی بهتر به اون میسر باشه یا امکانات بهتری توی اون فراهم باشه، قاعدتاً از قدرت جذب بالاتری برخوردار هست. البته پارامترهای دیگری هم در جذب مؤثر هست، مثلا قیمت کالا، کیفیت کالا و نحوه عرضه تولیدات، محصولات و مصنوعات. همه اینها پارامترهایی هست که میتونه در قدرت جذب و کشش یک سکونتگاه نقش مهمی داشته باشه. اما دی که همون معادل دیستنس هست یا فاصله، DIJ یعنی فاصله بین دو سکونتگاه I و سکونتگاه J. البته تو فراموش نکردم توی این قسمت PIJ، P معادل همون population هست یا جمعیت هست، که میتونه همونجور که خدمتتون اشاره کردم جمعیت دو مرکز رو شامل میشه و فاصله بین دو مرکز. بنابراین ما برای آنالیز جاذبه ها و استفاده از این روش به منظور تعیین حوزه نفوذ
یا قدرت جاذبه بین دو مرکز با دو متغیر اصلی مواجه هستیم، یکی پی آی جی جمعیت بین دوتا روستا یا دوتا سکونتگاه انسانی، یکی فاصله بین اون دوتا هست. بیان ریاضی این مدل به این شکل هست که ملاحظه میکنید تی آی جی مساویه با کا پرانتز باز صورت کسر پی آی جی تقسیم بر دی آی جی به توان دو، جمعیت دو سکونتگاه در سکونتگاه دوم تقسیم میشه بر مسافت بین دو تا سکونتگاه به توان دو و البته کا یک ضریب ثابت هست. اما تئوری نقطه شکست یا فاصله نقطه جدایی، این تئوری از جمله تئوری‌های مبتنی بر روش‌های گرانشی تعیین حوزه نفوذ هست بر اساس مشاهدات نظری از اون چیزی که مردم بایستی انجام بدن. توجه به این نکته ضروریه. وقتی ما آنالیز جریان‌ها رو بررسی می‌کنیم، می‌گیم بر اساس اون رفتارهای واقعی مردم هست. مشاهده رفتارهای واقعی مردم. در آنالیز جریان‌ها ما نگاه می‌کنیم مردم از کجا میان، به کجا میرن، چه خدماتی رو لازم دارن، معمولاً برای گرفتن چه گونه خدماتی مراجعه می‌کنن. اما در تئوری‌های مبتنی بر جاذبه، مثلا آنالیز جاذبه‌ها یا فاصله نقطه جدایی یا بریف پوینت، توی اینها معمولاً مبتنی است بر مشاهدات رفتار تئوریک مردم. اما در بیان ریاضی و جزئیات مربوط به این مدل به این شکل است که خدمتتون ارائه شده. فاصله نقطه شکست یا همون بریک پوینت فاصله ای است که حوزه نفوذ دو سکونتگاه رو از هم جدا میکنه. مشخص میکنه به عنوان مثال بین دو روستای علی آباد و احمد آباد، از روستای علی آباد ما تا چه فاصله حرکت کنیم تا حوزه نفوذ این روستا رو معلوم کنیم و بعد وارد حوزه نفوذ روستای بعدی میشیم. فاصله بین دو سکونتگاه به کیلومتر معمولا تعبیر میشه که همون دیستنس یا فاصله بین اون دوتا هست، دی ای بی، همونجور که توی معادله میبینیم، بی پی یا بریک پوینت فاصله نقطه شکست بین دو سکونتگاه، دی ای و بی یعنی فاصله بین دو روستا یا دو سکونتگاهی که میخوایم بررسی کنیم تقسیم بر یک به اضافه رادیکال صورت کسر پی ای. در صورت کسر در واقع ما جمعیت سکونتگاه بزرگتر رو میگذاریم، یعنی اون روستایی رو جمعیتش رو میذاریم که جمعیت بیشتری داره و در مخرج کسر اینجا پی ای تقسیم شده بر پی بی. پی همون خدمتتون عرض کردم پاپولیشن یا جمعیت هست، تقسیم میشه بر جمعیت سکونتگاه کوچکتر. اون روستایی که کوچکتره، اون سکونتگاهی که کوچکتره، جمعیتش رو در مخرج کسر میذاریم. نکته که باید توجه داشته باشیم این است که این الزاماً خاص سکونتگاه روستایی نیست. از این روش‌ها حتی میتونید در تعیین حوزه نفوذ شهرها هم استفاده کنید. بیان ریاضی مدل رو ملاحظه می‌کنید. اما روش بعدی روش تنصیفی هست. روش تنصیفی یا روش عمود منصف‌ها نمایش نظریه تعیین حوزه نفوذ رو در روش تنصیفی ملاحظه می‌کنید. این روش از جمله روش‌های نزدیک به تئوری نقطه شکست هست. البته من الان تفاوت این دو تا رو خدمتتون عرض خواهم کرد، با این تفاوت که عمود منصف خطوط یعنی اون فواصل مستقیم بین سکونتگاه مورد نظر با دیگر سکونتگاه‌های پیرامونی که از لحاظ جمعیتی هم وزن یا وزین‌تر هستند بدون در نظر گرفتن نقطه شکست ترسیم و تعیین میشه. ببینید تو این شکل ملاحظه می‌کنید اینجا روستای مرکزی ماست. تصور کنید این همون روستایی هست که شما میخواین اقدام کنید به تهیه طرح حادی اون. خب گفتیم که یکی از مهمترین گام ها و یکی از مهمترین مراحل این هست که شما یا این حوزه نفوذ این روستا رو معلوم کنید، ببینید اصلا تو این اطراف این روستا روستاهای دیگری هستن که برای گرفتن خدمات به اینجا مراجعه میکنن یا نه. خب در این حالت شما میایین این روستایی که روستای مرکزی هست و روستای مد نظر شما هست، این به جای خود مشخص میکنید روی نقشه توپوگرافی منطقه، نقشه 25000م، نقشه 50000م، به هر حال نقشه 25000م باشه، 25000م باشه، قاعدتا از دقت بیشتری برخوردار خواهد شد. بعد میایین روستاهایی که اطراف این روستا هستن یا مثلا شهرهای کوچکی که روستا شهرهایی که در اطراف هستن، سکونتگاهایی که در اطراف هستن و از نظر وزن جمعیت هم اندازه این هستن. مثلا شما روستای شما 500 نفر جمعیت داره، بعد نگاه بکنید ببینید اطراف این روستا اون روستاهایی که 500 نفر جمعیت دارن یا جمعیت اونها
بالای 500 نفره مشخص کنید. ببینید اطراف این روستایی که شما دارید مطالعه میکنید ممکنه نقاط روستایی زیادی باشه، منتها همه اینها از نظر رنج جمعیتی اندازه روستای مورد نظر شما نیستن. برخی از اونها نقاط جمعیتی کوچکتری هستن. اینجا با به عنوان روستاهای اقماری با نقاط قرمز رنگ اینجا رو مشخص کردیم. در واقع اینها روستای کوچکتری هستن که جمعیتشون زیر جمعیت روستای مورد نظر ما هست، روستای کوچک هستن. قسمت بعد گفتم که این نقاط سیاه رنگ روستایی هستن که از نظر جمعیتی با روستای مورد نظر ما هم‌وزن هستن یا جمعیتی بیشتری دارن. مرز منطقه مورد نظرمون رو اینجا مشخص کردیم و مرز حوزه نفوذ رو مشخص کردیم. اینجا خطوط منصف رو ملاحظه می‌کنید. ما مستقیم در روش تنصیفی میایم از روستای مورد نظر یا سکونتگاه روستای خودمون خط مستقیمی رو ترسیم می‌کنیم به اون روستایی که خدمتتون عرض کردم از یه جمعیتی مساوی جمعیت روستای ما برخوردار هست یا جمعیت بیشتری دارن. یکی یکی از روستای مورد نظر خودمون میایم در واقع خطوط مستقیمی رو ترسیم میکنیم به تمام این روستاهایی که هم وزن هستن یا وزن بیشتری دارن. ملاحظه میکنیم با خط مشکی این مشخص شده. بعد اقدام میکنیم عمود منصف اینها، خطی که به این عمود میشه و دقیقا این خط رو نصف میکنه، این مسیر رو نصف میکنه، خطوط هم کاملا خطوط مستقیم هستن.